بین دای نهای ترجمان بگیرمی آله ما میخواییم صحبت داشته باشیم یا مصابی دیگر داشته باشیم با هنرمند بسیار خوب ما که حتما شما با نام و صدای اینا آشنایی دارین. اینا در ضمن از اینکه هنر آوازخوانی رو پیشه دارن و هنرهای دیگه هم اشتغال دارن یا دسترسی دارن، مثلا اینا استاد مکتب بودن، ورزشکار بودن، شاعر هستن بگویم بودن یا هستن، نقاش خوب هستن و استاد صمیمی. ما میخواییم رشته سخن به خود از اینا بتیم و در قدم نخست اینا رو معرفی بکنیم. اینا آقای عبدالله شادکام نوابی میباشند که فعلا بنابر عوامل مختلف جنگی از افغانستان مهاجر شده و به دیار هجرت به پشاور زندگی دارند. ما میخواییم چیزای از خود از اینا بشنیم که توجه شما رو جلب میداریم. خب استاد محترم شادکام صاحب، شما مهربانی کنین برای علاقمندای هنرتان معلومات بدین که چه مدت میشه که در شهر پشاور زندگی میکنین و فعالیت های هنری شما فعلا در شرایط پشاور یعنی در دیار هجرت چگونه میباشه؟ خب بیننده های نهایت عزیز و محترم، نظر به سوالی که همشیری محترم ارائه کردن، تقریبا 3 سال میشه که به پشاور آمدیم و در این مدت زمان نشده کارهای هنری خود را، البته به حد و پیمانه که در گذشته و فعالیت را داشتیم به او حد و پیمانه نه، بلکه بخش های دیگه کارهای هنری خود را دنبال کردیم و یا به عباره دیگه بگویم که زمینه شده و که بتانم یک لقمه نان بخور نمیره در این محیط برای خود پیدا کنم. و بیشتر از همه فعالیت های من در این محیط در بخش نقاشی و رسامی بودم، یعنی در این مدت زمان در دفتر یوهین هود ابتدا منعیس نقاش همکاری کردیم، بعدتر همراه دفتر مدیرا و همچنان همراه دفتر بی بی سی در بخش تهیه مجله کارتونی خانه نو و زندگی نو همکاری دارم. یعنی زیافتر فعالیت ها در بخش نقاشی بود، اگرچه میخواستم که یک نمایشگاه رسومی را هم آماده بذارم که با این مصروفیت های پی هم نشد که زمینه بیشتر مساعد شد. در پهلوی همه گپ ها بعد از آمدن به ایجاد یک تعداد از جوان هایی که در پوانتون با هم معرفت داشتیم و در کابل با هم دیگر میشناختیم، ورزشکاران بسیار خوبی بودند، خواستم که اونا را جمع کرده باشم و زمینه مصروفیت را، چون اونا دیگه مصروفیت نداشتن، برای اونا زمینه فعالیت های ورزشی را آماده ساختم. تیم والیبالی را در ابتدا تشکیل دادیم که نتایج روی هم رفته بسیار خوبی را به دست آوردن. در حدود تقریبا 5-6 کپ ورزشی در جریان مسابقات اینا با دست آوردن و فعلا هم تیم دیگه ولی بار با اونا همکاری دارم که خوشبختانه این تیم هم با نتایج نیک روبرو هستن و با وجود که هوای گرم نپشاور مانع تمرینات متقایم مانع شد، ولیکن با این هم هفته 3 روز حداقل امی بچه ها با وجود که از طرف کدام مؤسسه یا ارگان یا شخص کمک برای اینا صورت نمیگیرد، فقط ما علاقمندی خودشان است که هفته 3 روز میان به تمرین میپردازن و ما هم ساعتی با اونها خودم مصرف میسازم و اگر کمک در راهنمایی های ورزشی از ما ساخته باشه از اینا هیچ وقت دریغ نمی کنم و اونا را تشویق میکنم به این که بالاخره ملک و وطن آرامش خود باز خواهد یافت و باز خواهیم گشت به او کشور و وطن و به وجود ما نیازمند خواهد بود و ما جوابگوی این باشیم که در هجرت در دوری از وطن چی کار کردیم و با دست خالی باز هم به وطن بر نگردیم. بله بسیار تشکر استاد محترم. اگه بر ما این معلومات بتین روشن بسازین که در کارهای شما یعنی در سه کار شما در سه هنر بخصوص هنر آوازخوانی شما چی تغییراتی سو بالای احساس شما آمده، یعنی حادثه جنگی چی تاثیرات سوی خود گذاشته، یعنی چی تغییر به تناسب از اینکه در داخل افغانستان بودین و فعلا در دیار هجرت هستین، تغییرات منفی اگه آمده باشه؟ واضح است که روان هنرمند بیشتر اساس تر است و ما در گذشته هم با آهنگ های خود
احساس درونی خود را همیشه توانستیم فکر میکنیم که انعکاس داده توانسته بوده باشم برای بوده از بیننده هایی که با یا شنونده هایی که با آهنگ های من آشنایی دارن، یعنی روی آهنگ های من در گذشته هم تراژید بوده و غم و اندوه زندگی من در او بیشتر انعکاس یافته و یا غم و اندوه مردم ما در او انعکاس داشته. با وجودی که در این محیط همین زمینه زیاد مساعد نیست، یعنی تمرینات موسیقی و آوازخوانی در این محیط اگر بگویم نمیکنم هم دور از حقیقت نیست و اگر بگویم که نه میکنم هم چی نیست، اما تا حد و حدود این فعالیت ها را کوشش کردیم که ادامه بدم. آهنگ های ساختیم روی غزلیات استاد بزرگوار و مرحوم خلیلی، غزلیاتی که مبین امی آلات امروز است، درد و اندوه مردم کاملا در او انعکاس یافته و این آهنگ ها آماده ثبت است، اما نظر به مصروفیت های که دارم کمتر زمینه یادی مسائل شده که من این آهنگ ها را ثبت به حساب کست کنم و یا نواره. به این حساب در بخش موسیقی زیاد فعالیت چندان ندارم، اما باز هم دور نمودیم از این کار. و دیگه کاری که روی دست گرفتیم اشعاری را که بعد از آمدن خاصتا اشعاری که در ایام هجرت تا هنوز سرودیم، خواستیم که این اشعار به همکاری استاد بسیار محترم و بزرگوار استاد قمرالدین خان ششتی که در قسمت خطاطی این اشعار لطف کردن، محبت نشان دادن، این اشعار را اونا نوشته کردن و انشالله که هم قریب شرف چاپ خواهد یافت. که نمونه از او اشعار هم در اینجا است که اگر فرصت باز مسائل شد خواهد. بله واقعا من میخواستم از پیش شما خواهش بکنم استاد محترم، این خود ای جای شک نیست که شما در سطح نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی امی اکنون علاقمندای خاص دارید و اگر شما توفه گونه یک از پارچه هایتان خدمت شنونده و بیننده عزیز تقدیم بکنید. خدمت بیننده های محترم مدعیت آهنگ چندان ثبت نکردیم، آماده از این ندارم که توفه گونه خدمت شما او را تقدیم بدارم، ولیکن قطع شعری که بعد از آمدن در این محیط زیر عنوان آتشستان سرودیم و مجموعه شعری خود را هم میخواییم روی امی عنوان استوار بسازم، یعنی امی مجموعه را میخواییم به نام آتشستان به چاپ برسانم و امی قطع را توفه گونه از طرف ما بپذیرین و انشاءالله که تصاویر از غم و اندوه روزگار در او به خوبی انعکاس یافته خواهد بود.